ظرفیت عملیاتی امروز ما با توجه به تغییر نوع چوب و 27 سال کار این کارخونه که هنوز آپگرید اساسی نشده، حداکثر 150,000 تومان برای دو خط و امیدواریم که این سرمایه‌گذاری از طرف دولت حمایت بشه، انجام بشه. این چوب کاغذ مازندران 27 سال در حال تولید. این تمامی صنایع دنیا معمولا هیچ کارخانه‌ای نیست که مرز 30 سالگی خودش رو بدون اوورهال دیده باشه، چون کاغذ مازندران در گذشته آپگرید های جزئی رو انجام داده ولی آپگرید کلی رو انجام ندادید. بایستی الان زمانشه که حتما آپگرید بشه که بدون اون تعدادی که به دولت دادیم در کاغذ تحریر محقق. چه مقدار هزینه بر هست؟ حدود دو تا ماشین کاغذ ما نزدیک زیر 10 میلیون یورو، حلوش 10 میلیون یورو نفت سرمایه‌گذاری داره. صبح روز جمعه 10 آذر ماه 1402 آیین خودکفایی در تولید کاغذ کتب درسی با حضور دکتر محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در استان مازندران شهر ساری برگزار شد. در کمتر از 2 سال به وعده‌ای که دولت داده بود، آقای رئیس جمهور تاکید داشتن، مطالبه دهه‌های رهبر عزیز انقلاب بود از دولت‌های مختلف و گلایه داشتن از عدم انجامش، و حمدالله با همت همه عزیزانمون در کمتر از 2 سال این گام اولیه به مهمش برداشته شد و این انشالله تقدیم و هدیه دولت مردمی به مردم عزیز ایرانه. انشالله سایر گام ها هم به زودی برداشته خواهد شد و ما خودمون رو در نقطه بالایی در حوزه فرهنگ کتاب و نشر در زیرساخت و بحث صادرات کاغذ انشالله به زودی خواهیم دید. کل تولید کاغذ مورد نیاز برای چاپ 155 میلیون جلد کتاب درسی به صورت 100% در داخل کشور تولید می شود که از این آمار 45 هزار تن برای چاپ کتاب درسی و 5 هزار تن برای چاپ جلد کتب درسی استفاده می شود.